ادامه برنامه چاردیوالی از شبکه جهانی آریانا. بیننده های ارجمند خوش آمدین. عید سعید فطر باز هم مبارک باشه. امروز روز سوم عید سعید فطر هست. میریم طرف مهمان دوم ما. مهمان دوم ما روانشناس، شاعر و نویسنده هستند. در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنه. بانو دکتر شیبا رحیمی. همین لحظه ارتباطشون از طریق اسکایپ با تلویزیون آریانا برنامه چاردیوالی وصل شده. بانو رحیمی سلام بر شما. سلام خدمت شما عرض میکنم جناب آصفی و به خدمت همه همکارانتان، همچنان از طریق تلویزیون شما به همه هموطنان گرامی سلام و وقت بخیر عرض میکنم و همچنان عید سعید فطر را به همگان مبارک باد میگویم. عید شما همچنان مبارک باشه. سلامت باشین. تشکر. چگونه قرنطین میگذره؟ ماه مبارک رمضان چگونه گذشت؟ در ایالت که شما زندگی میکنین وضعیت چگونه است فعلا؟ والا وضعیت که فعلا در سراسر جهان همسان هست، ما هم در حالت قرنطین ماه مبارک رمضان را به سر گذراندیم و قرنطین مطلق مخصوصا در ایالتی که ما زندگی میکنیم کالیفرنیا قیودات شدید هست، هنوز هم هست. البته بحث سر از این صورت گرفته که قیودات کم کم بردارن، ولی تا حال که همو قیودات سر جای خود هست و قرنطین، همه در قرنطین هستیم. حالا شما یک روانشناس خوب هستین، یک نویسنده خوب هستین یا یک شاعر خوب هستین، کدامش بیشتر؟ والا قضاوت کده نمیتونم، چون مریضا خوب و مراجع کنندگان تا حال که به فضل خدا راضی هستن، ولی نویسندگی و شاعری را مقضاوت شد برای مخاطبان و خوانندگانی که از آثار مرا میخوانند میگذارم. من خودم قضاوت کرده نمیتونم. شما چند کتاب تا حال رسما چاپ کردین؟ من یک کتاب به اسم آفتاب خاور چاپ کردیم و دو دیوان دیگه هم یا دو مجموعه اشعار دیگه هم در البته آماده هست. تا حالا کارهای چاپیش به طور شاید باید صورت نگرفته، چون مشغله های زندگی اینجا خیلی زیاد هست، مخصوصا مشغله های کاریم، ولی انشالله در آینده بخیر انشالله چاپ میشه. و اصل تخصص شما در روانشناسی است؟ اصل تخصص ما در روانشناسی است. بله، من لیسانس روانشناسی دارم، دوتا ماستری، یکی از مشاور خانواده که هست، رشته مشاورت خانواده از روانشناسی، و همچنان یک ماستری دیگه از روانشناسی بالینی دارم. دکترای خود را هم از روانشناسی بالینی یا کلینیکال سایکولوژی گرفتیم و فوق دکترا هم یا تخصص در رابطه با درمان ضربات روحی شدیدی که در طفولیت بر انسان ها وارد میشه دارم. ماشاءالله، یعنی دو ماستری شما دارین، دکترا دارین و فوق دکترا دارین. بله. در امریکا گرفتین؟ در امریکا. تمام ما امرای همسرم تقریبا 21 سال پیش به امریکا آمدیم و تمام تحصیلات که البته تحصیلات عالی خود در امریکا به انجام رسانیم. بسیار خوب. یکی از نمونه های شیری تان اگر انتخاب بکنین و برای ما دکلمه بکنین جناب دکتر. نمونه های شعری؟ چشم. اگر آماده باشین غافلگیر نشین. نه اتفاقا حد زدم که شاید می سوال کنین. یکی از نمونه های شعری که البته با وجودی که ما از افغانستان عزیز دور هستیم، از کشور نازنین خود دور هستیم، ولی به هر حال اون عشق وطن هیچ وقت از انسان هر قدر که دور هم باشیم، یعنی یک پیوند ناگسستنی داره عشق وطن برای ما. که من یک شعر به عنوان نمونه کلام که درباره افغانستان عزیز گفتیم خدمتان. بسیار خوب، بفرمایید. ای ملک نامیران من، ای شعله تابان من، سر تا به پا حیران من، ای مشعله سوزان من، کوبنده چون طوفان شدی، در هر قدم طغیان شدی، صد بار مردی جان شدی، خاک درت درمان من. چون در توی نایاب ها، دلها ز تو بیتاب ها، تا
دنیا پیت بشتاب ها ای گوهر پنهان من، چون آب جیهون پاک پاک ای سینه ها بحر تو چاک، آری چو مهر تابناک گرمی تو در جان من. نیکو سرشتت بود و هم دشمن چه زشتت بود و هم، این سرنوشتت بود و هم ای خانه ویران من. در رگ رگم جریان تو پاینده با داستان تو، و این جان من قربان تو ای خطه شیران من. خورشید آستانت بشد، عز و فروشانت بشد، نام خراسانت بشد ای کهنه خور آسان من. لیکن نشد از دل برون مهر تو و حب تو، چون بنهفته ای در اندرون ای جان من، ای جان من. ممنون. بسیار تشکر، ممنون، سپاسگزار. حالا میایم به اصل بحث، چون وضعیت کرونایی هست، چه فکر میکنین چگونه میتونیم از لحاظ روانی مبارزه بکنیم با ویروس کووید 19 یا کرونا؟ چون یکی نفستنگی هست که خلقتنگی هست، بعضها را خلقتنگی گرفته، گمان میکنن که نفستنگی گرفتنش. تعداد زیادی که ماها میشناختیم از سبب جیگرخونی، استرس و استراب از این دنیا رفتن، ولی سبب کرونا خود نبود. نباید روحی خود را ببازیم. مشوره شما به عنوان یک مشاور موفقی که دو ماستری و یک دکترا و مافوق دکترا داره چی هست به این تعداد آدم هایی که تا هنوز کرونا نگرفتش ولی آنقدر وسواسی هستن، آنقدر واهمه دارن که پیش از اینکه کرونا بگیریشان دیگه از لحاظ روانی اینا از بین میرن؟ درست، بله بله، که البته وقتی که روحیه خود را ببازن و از لحاظ روانی اینا خود را ببازن، البته سر سیستم ایمنی بدن هم تأثیر داره و بدن را مقاومت شد پایین تر میاره و در واقع آسیب پذیرتر بسازه اون افراد که روحیه خود را میبازن، که شما همو مخلص مطلب خود شما گفتید که باید روحیه خود را آدم نبازه. ببینید، ما در هم در دین مقدس اسلام و هم در فرهنگ خود یک مقوله به عنوان توکل داریم، درست؟ که توکل بر خداوند. وقتی که انسان بر خداوند توکل میکنه، در واقع از لحاظ روانی خیلی خود را تضمین میکنه، از لحاظ روانی خیلی قوی میشه، چون به قدرت فراتر از خود ایمان میاره، به قدرت فراتر از خود تکیه میکنه و تمام کارها و امورات خود را به قدرت فراتر از خود واگذار میکنه، که در این البته جای شک نیست که برای پیشگیری و برای از اینکه مصاب به کرونا نشن، باید او توصیه هایی که از طرف دکترها یا پزشکان انجام میگیره باید او انجام بدن، صورت میگیره باید انجام بدن، ولی وقت تمام چیز انجام میدن و به مو چیزایی که باید و شاید عمل کنن میکنن، دیگه توکل خود را باید به خدا کنن و به قدرت فراتر از خود تکیه کنن و با یک روحیه شاد و با یک روحیه قوی و قدرتمند باید پیش برن، که این خود باعث میشه که وجودشان تقویت شوه و کسایی که در معرض یعنی صدمات سیستم ایمنی بدن هست، اونا یک قوت بگیرن با روحیه درست، با یک روحیه خوب، که البته هر تا جایی که میتونن اینا باید روحیه خود را بالا نگه دارن. فکر میکنین چی سبب باختن روحی یک فرد میشه؟ ترس از مرگ؟ ترس از مرگ میتونه باشه، ترس از مریضی میتونه باشه، ترس از اینکه مثلا به دوا و دکتر یعنی دسترسی پیدا کرده نمیتونن، یعنی عوامل خیلی مختلف داره که یک انسان میتونه که روحی خود را از دست بده. متاسفانه در فقر، در کشور عزیز ما فقر و بدبختی خیلی زیاد هست و کسایی که حتی مثلا گفتنش آسان است که ما باید از خانه بیرون نیاییم و در قرنطین باشیم، که البته باید هم باشیم، ولی او کسایی که در فقر و بدبختی زندگی میکنن بیشتر روحی خود از دست میده، چون واقعا وقتی که در
خانه باشن و موجبات تامین معاششان فراهم نباشه، این خود یکی از عوامل کلان است که شخص میتونه روحیه خود از دست بده، علاوه بر عوامل دیگه که گفتیم، ترس از مرگ، ترس از بیماری، دسترسی پیدا نکردن به عوامل پزشکی، اینا همه میتونن دست به دست هم بتن و فقر و ناداری که قبلا عرض کردم و یک انسان روحی خود را از دست بده. داشتن یک روان خوب، داشتن یک حالت روانی خوب چقدر میتونه تاثیر مثبت بالای دستگاه دفاعی بدن انسان داشته باشه؟ تاثیر بسیار بسزایی دارم. هر قدر که انسان روحیش قوی باشه، با یک قوت پیش بره، با یک روحی شاد و به اصطلاح قوی پیش بره، اون اندازه قوت ایمنی یا سیستم ایمنی بدن، اما هورمون های استرسی که در بدن ترشح میشه، هر قدر که روحیه بالا باشه و استرس کم باشه، اون هورمون ها کمتر ترشح میشه. هورمون های استرس معمولا هدف سیستم ایمنی را هدف قرار میدن، معمولا سر قند خون و سر قلب و سر تمام یعنی عواملی که باعث میشه که یک سیستم ایمنی پایین بیایه، هورمونای استرس تاثیر داره. یعنی هر قدر که استرس کم باشه، هر قدر که روحیه بالاتر باشه، به مو اندازه هورمون استرس که خیلی نابود کننده است، یعنی در واقع سیستم ایمنی بدن را آهسته آهسته رو به نابودی میکشونه، و مو هورمونا کمتر میشه و یک سیستم ایمنی قوی شخص میداشته باشه. چگونه میشه در یک محیط که سراسر خراب هست و یا محیط پیرامون شما منفی هست، شما بتوانین خود را مثبت، با روحیه مثبت، با فکر مثبت، با اندیشه مثبت نگاه بکنیم؟ فرض بکنیم افغانستان، چهار طرف ما بدبختی است، فقر است، تنگدستی است، هر روز در کشور انتحار، انفجار، قتل، جنایت، خیانت، دزدی، حرام خوردن، انسان ها هر روز از بین میره و ده ها انسان از بین میره، کار نیست، بیکاری هست، دزدی است. وضعیت کابل را شما ببینید، انسان هایی که در این جغرافیا زندگی میکنن، چگونه میشه با این وضعیت روحی خود را خوش نگاه بکنه و روحی خود را نبازه؟ اگر محیط پیرامون شما کاملا منفی باشه و هیچ نشانه از خوشبختی، پیشرفت و خوشبینی وجود نداشته باشه، واقعا یک نقطه خیلی مهم شما اشاره کردین، که واقعا وقتی که تمام ابعاد جامعه، تمام چهار اطراف جامعه منفی باشه، انسان بسیار زیاد سخت است که خود را، روحی خود را نگه داره و روحی خود را بالا نگه داره. ولی سخت هست، ولی امکان پذیر هست با توکل به خداوند، با توکل به قدرت فراتر از خودش که همون قدرت خداوند لایزال هست، میتونه که روحی خود را بلند نگه داره و کوشش کنه که درست است که جامعه، همونطور که شما فرموده، این جامعه هر طرفی که ما میبینیم متاسفانه بدبختی است، هر طرفی که میبینیم قتل است، فقر است، انفجار، انتحار، ولی تا جایی که در حیطه قدرت خود شخص هست، کوشش کنه که پیرامون خود را مثبت نگاه کنه، نگه داره، مثبت اندیشی کنه و یعنی شما میخواین بگین چیزی که در کنترل ما نیست و یا ما نمیتونیم کنترلش بکنیم، نباید بالش فکر بکنیم. فکر ببینید، فکر کردن یک چیز است، تحلیل و تجزیه کردن اوضاع یک چیز است، ولی خود را باختن دیگه چیز است. درست؟ یعنی چیزی که در کنترل ما نیست، باید برای بهبود جامعه، باید برای او کسایی که میتونن برای بهبود جامعه و برای بهبود زندگی خود ما همه تلاش کنیم، ولی خود را در مقابلش نبازیم. یعنی تلاش خود را هم بکنیم و توکل هم داشته باشیم، که مقوله توکل تنها به مسائل دینی و مسائل فرهنگی شرق اختصاص پیدا نمی کنه. مسئله توکل یک مسئله خیلی مهم روانشناسی هست، که شخصی که توکل به یک قدرت فراتر از خود داره، از نظر روحی روانی خیلی ها تأمین و خیلی ها قوی می باشه. که منظور ما هست که با
بهبود زندگی خود و بهبود جامعه خود تلاش کنیم، ولی خود را تا حد توان، میدانم که سخت هست، ولی تا حد توان خود را نوازیم. تشکر دکتر شیبا رحیمی، روانشناس، شاعر و نویسنده از ایالت کالیفرنیا آمریکایی که حاضر شدین امروز روز سومی عید سعید فطر در برنامه چهاردیوالی سهم بگیرین. ممنون و مشکورتان هستیم. خواهش میکنم، سلامت باشین. من نمیفهمم که چقدر از وقت برنامه مانده، فقط من یک شعر به قدردانی از دکترایی که واقعا زحمت میکشن و در واقع با کووید 19 یا امین مسائل کرونا با مریضا زحمت میکشن، به قدردانی از اونا یک شعر گفتیم که اگر اجازه تان باشه. بفرمایید. یاران وفادار جهان خسته نباشید، دلداده و تیمار کسان خسته نباشید. رفتار شما قایم عهد است که بستید، سوگند تعهد به زبان خسته نباشید. ایستاده به بالین مریضان به شب و روز، دور از همه در خدمتشان خسته نباشید. دستان شفا بخش شما لایق تحسین، هم قوت قلب همگان خسته نباشید. زخمی نفسان را چو شما مرهم زخمی، ای توده عیسی نفسان خسته نباشید. اهریمن نادیده چو شد دشمن هستی، در جنگ هیولای نهان خسته نباشید. مدیون نکوکاریتان یکسره این عصر، افراد نکوکار زمان خسته نباشید. در خدمت مردم که کمر بسته به همت، فارغ ز غم سود و زیان خسته نباشید. قوت به شما خالق یکتا دهد از عرش، ای لشکر ایثارگران خسته نباشید. که واقعا هم خسته نباشند. بله، دقیق. تشکر از شما، خداوند یار نگهدارتان. سلامت باشید، خدا نگهدار. خداحافظتان. خداحافظ. خب، این دوهای ارجمند با نوشیبا رحیمی از ایالت کالیفرنیا آمریکا، روانشناس موفق کشور عزیز من افغانستان، از ایشان ممنون و مشکور هستیم. حالا میریم به طرف یک میان برنامه کوتاه، باز هم نظر به گفته های دکتر، خود را خوشحال نگاه بکنین، ولی بسیار سخت از دهی مملکت به نام افغانستان، آدم هر چی تلاش کنه هیچ چیز به نام مثبت وجود نداره. یک رقم خوشنده ی آخر گدودی است که هیچ پرسان نکو که کی با کدام طرف روان است و چی میشه آینده از این مملکت به نام افغانستان، چی خواهد شد با این وضعیت. میان برنامه کوتاه.